از کشور باشه، حضور داشته باشه و زبان عشق زبان بسیار برنده است. آقای چلنگی، این اوائل انقلاب که برادر ارتشی چرا برادر کشی همچین شعاری بود و مردم هم دارن این حرکت رو انجام میدن در داخل، تخریب از طرف مقابل میشه به حساب جوانها گذاشته میشه، آتش سوزی ها به حساب جوانها گذاشته میشه، در صورت که جهان میدونه چه خبره. اینه که پیام من امروز برای اون لباس شخصی هایی است که دارن بعضی موقع دلسوزانه به این اینا باید نگاه کرد که چه انسان هایی میتونین شما باشین که به روی برادراتون به این صورت تهاجم بیارین. چه قیمتی باید این جامعه پس بده که شما اینها رو چنین زخمی کنید، چنین خونریزی به راه بندازین؟ و چنان نخواهد ماند، چنان نمانده، چنین نیز نخواهد ماند. و من پیام بسیار زیبایی برای این لباس شخصی ها که همین زودی ما این شعر رو آماده خواهیم کرد، با اجازتون اگه اجازه بدین، شعر بسیار زیبای دوست نازنینم ایرج جنتی عطایی خطاب به لباس شخصی ها میگوید: تو به خود نگاه میکنی، آینه سیاه میکنی، پرده بر ترانه میکشی، پنجره تباه میکنی، من ستاره آه میکشم، دست روی ماه میکشم، نوازش نسیم میکنم، روی شب نگاه میکشم، میادگاه ما انسان و آبادی، تاریخ و آینده میدان آزادی، تو با گلوله من با گل، تو با شلیک من با آواز، تو زرد نفرت کبود کین، من سرخ عشق و سبز پرواز، کسب تو قتل گل و شبنم، اعدام باد و نور و دریا، کار من کشت چراغ و دف، تیمار رنگ و رقص و رؤیا، میادگاه ما انسان و آبادی، تاریخ و آینده میدان آزادی. شما برادران این ملت هستید، ما خواهشمون از شما اینه با اینها انسانن، با اینها انسانوار رفتار کنید. تاریخ نشون داده زور تا یه مدتی، ظلم تا یه مدتی، ولی نه برای همیشه. سپاسگزار هستیم آقای داریوش اقبالی در پاریس، با سپاس بسیار از شما.